از کمپ پناهندگان در ایران به سوی سوریه، جایی که قراره وطن جدیدی برای اونها دست و پا بشه، تمام هزینه ها هم طبق معمول از جیب ما ایرانی ها برداشت میشه. این افراد به هدف تغییر بافت جمعیتی تو سوریه ساکن میشن. اینا چه کسایی هن؟ چطوری به سوریه رسیدن و چرا ایران هزینه زندگیشون رو پرداخت میکنه؟ جنگای داخلی و خارجی افغانستان تو قرن پیش هزاران شهروند هزاره افغانستانی رو مجبور به ترک افغانستان و مهاجرت قاچاقی به ایران کرد. حکومت ایران برای افغانها کمپ‌ها و اردوگاه‌های پناهندگی اختصاص داده، اما اونا از گرفتن اقامت قانونی تو ایران، خرید منزل، صدور گواهینامه رانندگی و حتی خرید سیم کارت تلفن هم محروم کرده. حالا حکومت تهران برای این پناهنده‌ها برنامه ویژه‌ای داره. ایران به هدف نشر تشیع در منطقه خاورمیانه و محقق کردن استراتژی‌های توسعه طلبانه خودش این افغان‌ها رو به خدمت گرفته، در حالی که خانواده و همسر و فرزندان مردان افغان تو کمپ‌های ایران در وضعیت نابسامانی اقامت دارن. سپاه به مردای جوان افغان در مقابل جنگیدن به نفع حکومت بشار اسد وعده حقوق ماهیانه هنگفت، صدور تابعیت سوری به همراه فراهم کردن منزل مسکونی برای خود و خانواده‌هاشون در وطن جدیدشون سوریه رو داده. به مزدوران افغان حکومت ایران اعضای لشکر فاطمیون میگن. تیپ فاطمیون یکی از بزرگترین نیروهای شبه نظامی وابسته به سپاه که با مردم انقلابی سوریه میجنگن. تعداد مزدوران این تیپ 20,000 شبه نظامی برآورد میشه. در دیدار بشار اسد با خامنه ای، اجازه اسکان افغانهای هزاره به عنوان شرط ارسال محموله‌های غذایی به سوریه مطرح شد. بله، درست متوجه شدید. حکومت ایران هزینه ساخت خانه و اسکان شیعیان افغان تو سوریه میپردازه و در مقابل محموله‌های مجانی غذا رو هم به حکومت سوریه ارسال میکنه. آیا همچنان متعجبید که چرا ما ایرانی‌ها با وجود ثروت‌های خدادادی فراوان تو فقر زندگی میکنیم؟